دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز میخوام در مورد لپتاپ G8255R5 باهاتون صحبت بکنم که خب در زمانی که من دارم ویدیو رکورد میکنم حدود 24 میلیون تومان این لپتاپ با CPU AMD عرضه شده که حالا در ادامه راجع به مشخصاتمون بیشتر بهتون توضیح میدم، ولی قطعا یک لپتاپ گیمینگ نیست، به صورت کاستوم شده است که خب اگر نمیدونید یه لپتاپ کاستوم شده چیه، یه ویدیو اختصاصی در این مورد ساختم که پیشنهاد میکنم اون رو حتما تماشا بکنید. میپردازم به مشخصات این لپتاپ که خب CPUی که توی اون استفاده شده AMD Ryzen 5 5500U به همراه 8 مگابایت کشه، کارت گرافیکی اون به صورت اختصاصی نیستش و خب 16 گیگابایت رم DDR4 3200 مگاهرتز داره، فضای ذخیره سازی اون هم 1 ترابایت SSD M2 NVMe، صفحه نمایشی که برای اون در نظر گرفته شده یه پنل 15.6 اینچی IPS لول که به صورت 60 هرتزیه و از 45% فضای رنگی NTSC میتونه پشتیبانی بکنه. وزن این لپتاپ هم 1 کیلو و 700 گرمه و همراه شارژرش که 270 گرم اگر به صورت کلی در نظر بگیرید حدود 2 کیلوگرمه و خب باید دقت بکنید که ویندوز روی این لپتاپ به صورت پیش‌فرض نصب نشده و خودتون باید این کار رو انجام بدید. در مورد طراحی این لپتاپ هم باید بهتون بگم که بدنه اون کلا از جنس پلاستیکه، یه حالت زبری هم داره که کمک میکنه خیلی اثر انگشت روی اون سریع باقی نمونه. لولایی که برای اون در نظر گرفته شده کیفیت خوبی داره، با یه دست نمیتونید این لپتاپ رو باز بکنید، تا 140 درجه باز میشه، خوبه ولی ای کاش بیشتر از این هم میبود. و در مورد حاشیه‌های صفحه نمایش هم باید بهتون بگم که خیلی نازک نیستن. وبکم هم همین قسمت قرار گرفته، رزولوشن HD رو در اختیارتون قرار میده و برای برقراری مکالمه ویدیویی گزینه نسبتاً خوبی. میتونید توی این تصویر کیفیت وبکمی که این لپتاپ میتونه در اختیارتون بذاره رو ببینید. اسپیکرهای این لپتاپ هم به صورت آپ فایرینگ هم به سمت بالا شوت میکنه و برای تماشای محتوا گزینه نسبتاً خوبه، یعنی بلندی صدای قابل قبولی رو در اختیارتون قرار میده. میرسم به پورتای این لپتاپ که خب سمت راست دو تا پورت USB تایپ A 3.2 جن 1 وجود داره که سرعت خوبی رو در اختیارتون قرار میدن، به همراه کارتخوان مموری SD که خیلی خوبه چنین آپشنی توی این لپتاپ وجود داره. سوکت شارژ هم همین قسمت قرار گرفته که مقدار عجیبه، بیشتر سمت چپ اون رو قرار میدن یا پشت لپتاپ. سمت چپ پورت LAN رو داریم، پورت HDMI رو داریم، پورت USB Type-C 3.2 جن 1 و البته جک 3.5 میلیمتری که به نظرم جای خیلی خوب قرار گرفته و به صورت کلی اگر بخوام بهتون بگم به نظرم پورت‌های خوب و کاملی داره این لپتاپ. میرسم به کیبورد این لپتاپ که خب به صورت فول سایز طراحی شده، بک‌لیت نیست. سمت راست نامپد رو داریم، کلیدهای برای کنترل کردن مدیا و کلیدهای جهت که به صورت فشرده طراحی شدن. تایپ کردن توی اون واقعا حس خوبی رو بهتون منتقل میکنه، ترول کی قابل قبولی داره، فلکس اون خیلی زیاد نیست که بخواد اذیتتون بکنه و زبان دومی که روی کیبورد وجود داره عربیه. میرسم به تاچ پد که درست قسمت وسط لپتاپ قرار نگرفته، یه مقدار به سمت چپ متمایل شده، اندازه خوبی داره ولی اگر این کلیدها رو ازش حذف میکردن خیلی میتونه سایز بزرگتری داشته باشه و کار کردن باش بهتر میبود، ولی خب به راحتی میتونید باش کار میکنید، مورد خاصی رو نداره. به صورت کلی به نظرم کیبورد و تاچ پد قابل قبولی داره این لپتاپ. میرسم به عملکرد لپتاپ HP G8255R5 که اومدن و سی پی یو AMD Ryzen 5 5500U توی اون استفاده کردن، تقریبا توی یه ست با سی پی یو اینتل کور i5 1215U قرار میگیره. برای انجام دادن کارهای روزمره کاملا اوکیه، میتونید اپلیکیشن هایی که خیلی سنگین نیستن رو باش اجرا بکنید، نرم افزار مهندسی، برنامه نویسی کاملا با این لپتاپ اوکی، اگر کار دانشجویی رو میخواد باش پیش ببرید هیچ مشکلی رو از این نداره و قدرت پردازشی خوبی رو در اختیارتون قرار میده، مخصوصا اپلیکیشن هایی که خیلی در واقع تسک ها یا وظایف گرافیکی سنگینی رو قرار نیست که انجام بده. در مورد گیمینگ هم باید بهتون بگم که من بازی کرایسیس ریمستر روی اون نصب کردم و نزدیک 30 FPS بهم داد که خوبه، یعنی هر از گاهی میتونید گیم های سبک رو هم با این لپتاپ پیش ببرید. و خب دمایی که این لپتاپ داره قسمت بالاییش به ترتیب 27 و 34 درجه است، کلیدهای واز رو اگر بخوایم در نظر بگیریم حدود 36 درجه و اونجایی که دستتون قرار میگیره حدود 26 و 31 درجه داره که نشون میده که ونتیلیشن یا خنک کنندگی خوبی داره و از این بابت هم نگرانی رو نخواهید داشت.
در مورد باتریمون هم باید بهتون میگم که 41 وات ساعتیه و حدود 5 الی 7 ساعت میتونید باش کار بکنید بسته به اون کاری که دارید باش انجام میدید و خب به همراه شارژر 45 واتی عرضه شده که نزدیک 2.5 ساعت طول میکشه بخواید این لپتاپ رو فول شارژ بکنید. خب در نهایت باید بهتون میگم که این لپتاپ در حد خودش عملکرد قابل قبول رو میتونه بهتون ارائه بکنه. اینکه 1 ترابایت SSD داره و رمش بالاست خبر خوبی، البته که این امکان رو داره که بتونید اون رو بعداً ارتقا هم بدید. درسته که خیلی ساده نیست باز کردن این لپتاپ، ولی چنین امکانی وجود داره و با توجه به قیمتش به نظر من ارزش خرید بالایی داره. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این لپتاپ چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو به کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت می‌ذارید، نظر می‌دید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.